بچه تو این پارت من میخوام براتون فیزیک زنجیر رو درست کنم و به همراه یک جسمی که به اون برخورد میکنه. پس تا ادامه ویدیو با من همراه باشید. لایک هم یادتون نره. مرسی. خب برای ساخت زنجیر من اینجا میتونم وارد فرانت ویو بشم و از اینجا یه توریست بیارم. R 90 و توی محور X. زومش میکنم. وارد ادیت مود میشم. وارد وایر فریم میشم. ببینید من این قسمت پایینش رو باید بکشم که اون فرم زنجیر رو برای من درست کنه. دوباره وارد سالید میشم، یه شیل اسموت میکنم که صاف بشه، شیفتی رو میزنم ازش دوبلیکیت میکنم و توی محور زد میکشمش بالا، آر 90 توی محور ایکس. خب بذارید ببینم اینجا درسته اوکیه. کلش رو میگیرم و دوباره شیفتی رو میزنم که دوبلیکیت بشه، توی محور زد میکشمش بالا. حالا به جای اینکه من هی بیام شیفتی رو اینا رو بزنم، شیفت آر رو میذارم که این عمل رو تکرار کنه تا 9 تا کافیه. 9 تا سلسله زنجیر من درست میکنم. ببینید این الان به خودی خود که فیزیک نداره. من برای اینکه بهش فیزیک اضافه کنم کافیه روی یکی از این آبجکت ها من کلیک کنم، بعدش از قسمت فیزیک اینجا بهش ریجید بادی رو میدم، تایپش روی اکتیف باید بشه، مسش که همون وزنش روی همون 1 کیلوگرم فعلا کافیه، شیپش رو میذارم روی مش. ببینید الان من پلی رو بزنم میفته پایین. خب برای اینکه این فیزیک روی بقیه زنجیرها هم اعمال بشه، من به جای اینکه بیام تک تک روی تمامی آبجکت ها کلیک کنم و دونه دونه هی ریجید بادی رو بزنم، به جای این کار من میتونم روی کله، بذار برگردم روی فریم اول، این حتما بر روی فریم یک باشه، من اینجا میتونم روی کل آبجکت ها کلیک کنم و از قسمت آبجکت، ببین از قسمت ریجید بادی کپی فرام اکتیو رو بزنم. حالا روی تک تکش فیزیک هست. ببینید من پلی رو میزنم این میفته پایین. الان من باید روی این زنجیر بالاییه تایپش رو بذارم روی پسیف. حالا اگه من پلی رو بزنم ببینید این همون بالا وای میسته. خب حالا من میخوام یه دونه وزنم بذارم این پایین پایین. من وارد فرانت ویو میشم، از اینجا وارد ادیت مود میشم، شیفت ای و یه دونه یو وی اس رو میارم بزرگش میکنم که بیاد تا اینجا. فکر کنم اینجا دارم باید یه کوچولو هم باز بزرگتر میتونم کنم. خب یه شید اسموس هم بهش میدم و روی سالیدم که هستی. ببینید دلیل این که من از ادیت مود یه دونه آبجکت آوردم به خاطر اینکه همین اول کار به این لینک شده و وصل. الان من پلی رو بزنم ببینید به این وصل هستش. خب حالا برای اینکه حالت تاب رو هم داشته باشه من دوباره وارد فرانت ویو میشم و میرم این زنجیر بالاییه و شیفت اس رو از روی کیبورد میزنم و از اینجا کرسر تو سلکتور رو میزنم که این 3D کرسر بیاد بچسبه اینجا و از اینجا هم 3D کرسر رو انتخاب میکنم. بعد حالا کل آبجکت رو انتخاب میکنم، اینو میچرخونم میارمش اینجا. خب حالا اگه من پلی رو بزنم این تاب برای من درست میشه. خب الان وقتشه که یه دونه جست بیارم که بهش برخورد کنه دیگه. خب من اول از همه شیفت اس رو میزنم و 3D کرسر رو میارم سر جای خودش و شیفت ای رو میزنم و یه دونه پلن اول وارد میکنم، اینو بزرگش میکنم، میکنم بعد بذارم بیارمش پایین، دوباره شیفت ای و کیوب میارم اینجا، آهن ربا رو فعال میکنم، آهن ربا اینو میارمش تا اینجا که بچسبه اینجا، یه خورده میارمش عقبتر و از اینجا گوشش اون چیزه مودیفایر اره یه باید بیارم که تکثیر بشه. ببینید من یه خودوش 6 7 میارم، حالا بگیم 7 عدد مقدسی همون روی 7 بذارم و از اینجا ببینید یه خورده باید بین این فاصله بین این کیوبا باید یه گپی یه فاصله ایجاد بشه، یه فضای خالی باید داشته باشه. بعدش دوباره من روی اره میذارم، این بار توی محور ببینید الان اینکه محور ایکس بود، خب من محور وای همون مقدار رو وارد میکنم با همون میزان فاصله گپی که داره و دوباره همون مقدار 7 رو من میارم و دوباره یه اره دیگه میارم توی محور کجا میشه الان؟ توی محور زد. ایکس زدیم، وای زدیم، الان میشه زد. اینجا هم من به همون مقدار 7 میرم بالا. 7 که برم بالا ببینید الان من پلی بزنم ببینم این اصلا کجا میره. خب باید اینو من پس بیارم بذارید بره عقب. این یه خوردی بیاد این طرف و چرا اون بیاد؟ نه نه به جای اینکه اون بیاد که این بیاد دیگه، این یه خوردی بره جلو، اینم یه ذره باز بره پایین فکر کنم اوکی باشه. این خورده خب نه دیگه، این یه ذره باز بیاد بالا، یه خوردم این طرف. خب من از اینجا اینو من توی محور وای خورده باز بکشمش که خب ببینید حالا برای اینکه این
الان من پلی رو بزنم که همینجوری میره و جسم رو نمیشناسه. برای اینکه من بهش بفهمونم که این یه جسم برخورد شونده است، اول از همه من اینجا باید این اری رو همه رو اپلایش رو بزنم. بعدش من روی همین کیوبه سلکت میکنم، وارد ادیت بوت میشم. ببینید کلش انتخابه. پی رو از روی کیبورد میزنم، وای لوز پارت رو میزنم که هر کدومش یه پارت به پارت جدا تقسیم بشه. این چرا یه خورده احساس میکنم نه بالا دیگه، درسته این زیر که نیست. خب اوکیه. بعد خب حالا کافی روی یکی از همین کیوبا یه فیزیک همون ریجید بادی رو بیارم، اکتیف هست. آها بچه اینو میذاریم روی 100 گرم. خب بعد یه خورده سبک باشه اینا، بقیه‌اش هم اوکیه. حالا برای اینکه این فیزیک روی همش باشه چیکار میکنیم؟ وارد فرانس فیو میشم، از اینجا وارد وایر فریم میشم، اینو همه رو من انتخاب میکنم و از قسمت آبجکت ریجید بادی و کپی فرام اکتیو میذارم که الان روی همش اوکی شده. بذار اول یه پلی کنیم ببینیم اصلا چی به چی شد. آها این نه، این سرفیس الان نمیشه. ببینید به سرفیس هم پس یه ریجید بادی میدیم، تایپش رو میذاریم روی پسیو. این اصلا باید روی پسیو باشه که ببینید الان من اینو که بزنم. او یه کار دیگه هم باید انجام بدین، این الان میریزه. ببینید این مرکز سقلی که قبلا هم بهتون گفته بودم اون اورجین تو جیومتری رو میزنیم، الان این تنظیم نیست. پس من چیکار میکنم؟ دوباره وارد فرانت ویو میشم، وایر فریم و کلش من انتخاب میکنم، آبجکت و ست اورجین، اورجین تو جیومتری. ببینید الان تمام کیوبا مکعبامو اون مرکز سقلش توی وسطه. خب الان درسته، من وارد سالید میشم. الان دیگه من فکر کنم بزنم دیگه مشکل دیگه ایشالا پیش نمیاد. آره چرا دیگه، الان البته یه مشکلی هم وجود داره، اینه که ببینید اینا دونه دونه این کیوبا واسه ما 100 گرمه دیگه. دلیل این که این با مثلا با شدت بالایی نمیزنه به خاطر این هستش که الان این وزنمون، الان من بزنم روش ببینید 1 کیلوگرمه. خب اگه من هرچی اینو بخوام ببرم بالاتر، مثلا اگه بکنمش 10 کیلوگرم و الان برگردم عقب، الان من پلیو بزنم ببینید اینجا رو، ببینید قدرتش بیشتر میشه. و فقط اگه یه مشکلی هم که وجود داره، ممکنه که اگه من هرچی وزن اینو ببرم بالاتر، ممکنه از اینجا این بشکنه و قطع بشه. حالا باز امتحان میکنم، من چون قبلا امتحان کردم، مثلا اگه بزنم روی 50 کیلوگرم مثلا ممکنم این حالا اتصالش قطع نشه. بذارید ببینم. آها چرا دیگه قطع شد. ببینید خب برای این کار ما باید چیکار کنیم؟ ببینید الان من برگردم عقب، ببینید الان روی این که من بزنم این چنده؟ این 1 کیلوگرمه. خب طبیعیه این وقتی 50 کیلوگرم باشه، 1 کیلوگرم باشه، خب این قطع میشه دیگه. پس من میام مقدار این رو هم میذارمش، مثلا حالا 10 یا 20، حالا همون 10 هم بذارم فکر کنم اوکیه. روی 10 میذارم و بقیه رو هم انتخاب میکنم و از اینجا ریجت بادی و کپی فرام اکتیو، آره این رو هم من میزنم. البته به غیر از این، این باید روی پسیو باشه. الان من اگه پلی رو که بزنم ببینید این دیگه قشنگ میتونه اون وزنمون رو تحمل کنه و دقیقا میزنه همه رو خورد خاک شیر میکنه. الان من باز برگردم عقب که یه بار دیگه هم ببینم ببینم اصلا نیازی هست دوباره وزنش رو ببرم بالا یا نه. اوکی دیگه فیزیک درستی داره. حالا تنها کاری که میمونه یه متریال هم بهش بدیم. بذارید من وارد رندر ویو بشم اینجا. خب من وارد شیدینگ بشم و اول اصلا این وزنه شروع کنم که بهش متریال رو بدم. از اینجا من یه دونه بامپ هم بیارم واسه جزئیاتش. نرمال رو بس کنم، نرمال. خب این بعد چی باشه؟ بعد متالیکش بالا باشه. اینو یه خورده متالیک بهش میدیم و رنگش رو، نور شدت رنگش رو میاریم پایین. آه این نکه، این یکی کالر بیس رو یه ذره میاریم پایین. خب من از اینجا میتونم ببینید از قسمت تکسچر میشه چیزای مختلفی بود. بذارید من یکیش رو انتخاب کنم. حالا یه نویز تکسچر میشه آورد. چه رفت رو نورمال؟ نه این روی هیت باید بشه. خب این باید تنظیم بشه. اینو من بذارم روی کدوم باشه خوبه؟ اینجا اصلا ریجده، من درست تلفظ میکنم. و این اسکیلش رو شما میتونید مثلا روی 100,000 تومن بذارید که این وزنه یه همچین جزئیاتی داشته باشه و بقیه یه همین متالا هم میتونید چیز کنید دیگه. اینم متالیکش رو میتونید اوکی کنید و تا بقیهش، این بقیه رو من میتونم بزنم. ببینید از همینجا اگه میخواید بقیهش اوکی کنید، از قسمت آبجکت، ببینید از قسمت لینک، کوشش لینک، اینجا لینک متریال رو میدید، بقیه متریال هم روش میره.
خوبه این، به نظرم اوکیه. یه میمونه فقط این، من روی یکی از اینا میتونم کلیک کنم، بعد اینجا یه دونه متریال آماده میتونم بیارم و از این قسمت من میتونم این مارتانو اگه بکنم اینم خوب باشه. خب من روی بقیهش بخوام تکثیر بشه، از همینجا دوباره لینک میدم که لینک متریال بره و بقیهش اوکی باشه. خب الان من یه رندرم بگیریم و الان وارد رندر شد. سایکل جی پی یو اینجا هم زمینش و رنگش، حالا یه خورده میشه آبی ده، تام یه خورده این رافنسش هم میشه کم کرد. خب حالا پلی کنیم. آره دیگه خوبه. و ضربه و ریختن. خب ببینم تا فریم 200. خب ببینید الان من به جای اینکه بیام هر سری اینو من پلی کنم و هر سری برای من رندر بگیره، باید بیک انجام میدم. بیک چیکار میکنه؟ بیک الان ببینید این قسمتی که میبینید نارنجیه تا فریم 200 میره. ببینید تا اینجا من کل آبجکت رو انتخاب کنم. بذارید من برگردم به فریم اول، وارد وایر فریم بشم و از اینجا هر چی توی صحنه هست رو من انتخاب میکنم. از قسمت آبجکت ببینید، از قسمت ریجید بادی بیک تو کی فریم رو میذارم تا فریم اند فریمش بشه 200، تا همینجا که عملیات انیمیشن تمام بشه و روی اوکی میذارم. صبر باید کنم تا اون پر بشه و برای من کی فریم زرد میره. الان میبینید، خب میبینید این کی فریم زردی که به من داده. الان من وارد رندر که بشم اینو ببینید که من خیلی راحت میتونم جلو و عقب ببرم و بدون هیچ لگی پلی رو میذارم و واسه من این عملیات رو انجام میده. ببینید خیلی طبیعی من تونستم فیزیک این برخورد رو انجام بدم. برای اینکه ویدیوهای دیگر از دست ندید کانال رو سابسکرایب کنید. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره و تا یه ویدیو دیگه میبینم.